درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو رشدینو. پس ایمان از شنیدن پدید می آید و کلام ما پیام مسیح است. با مجموعه برنامه های رشدینو همراه ما باشید. شنوندگان عزیز رادیو رشدینو سلام. در این برنامه میخوایم راجع به یک زندگی واقعی که یک ایماندار بایستی داشته باشه صحبت کنیم. بسیاری از ما موقعی که وارد زندگی ایمانی میشیم و عیسی مسیح ما رو در زندگی ایمانی خودمون دعوت میکنه و میخواد که با او باشیم و همراه باشیم و ایمان میاریم و تعمید میگیریم، پس از مدتی از خودمون میپرسیم که آیا ما مثل یک ایماندار واقعی زندگی میکنیم و اصلا زندگی یک ایماندار به چه صورت هست؟ در این برنامه بسیار ساده میبینیم که در کلام خداوند به ما توضیح داده که چطور میتونیم یک زندگی واقعی داشته باشیم مثل یک ایماندار و به شباهت خداوند. در کلام خداوند چنین آمده است: اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید خواهید مرد، اما اگر به یاری روح خدا اعمال جسمانی را نابود سازید خواهید زیست. کتاب رومیان باب 8 آیه 13. پس می‌بینیم که چقدر واضح کلام خداوند به ما میگه زندگی نفسانی زندگی واقعی نیست و نتیجه اون مرگ است. حیات جاودان و زندگی واقعی یک ایماندار یک زندگی روحانی در خداوند است. دقیقا همینجوره و خداوند میبینیم که در کلام خود اینجا نکته بسیار مهمی رو برای ما باز میکنه و به ما اون رو گوش زد میکنه. خداوند در اینجا به ما دقیقا این رو میگه که بر طبق نفس زندگی کردن و بر اساس خواهش های نفسانی زندگی کردن نتیجهش مرگ هست، اما اگر به واسطه روح اعمال گناهالود بدن را بکشید خواهید زیست. یعنی اینکه ما هیچ راه دیگری نداریم که در واقع اعمال گناهالود بدن خود رو اونها رو بتونیم از بین ببریم و تنها راهی که انسان بتونه بر تمام خواهش‌های نفسانی خودش فائق بیاد روح هست و روح القدس هست. و همجور که این رو در کتاب افسسیان باب 6 هم کلام خداوند به ما نشون میده که در باب 6 آیه 17 میگه کلاه‌خود نجات را بر سر نهید و شمشیر روح را که کلام خداست به دست گیرید و در همه وقت با همه نوع دعا و تمنا در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همه مقدسان دعا کنید. خداوند اینجا به ما میگه در روح باید دعا کنیم و از روح القدس باید بخوایم که اون تعمیدی که ما در روح داریم و اون باعث شده که به سمت عیسی مسیح بیاییم، اون تعمید روحانی در ما افزایش پیدا کنه و خداوند هر روز ما رو بایستی دوباره حیات بده. حیات زندهی که از خداوند روح القدس دریافت میکنیم هر روز باید در اون دعا و اون رابطه با خداوند باقی بمونیم و خداوند هست که میتونه به واسطه روح خودش، روح القدس خودش به ما کمک بکنه که بتونیم در این کاری که خداوند در ما شروع کرده به واسطه روح خودش با او رشد بکنیم، با او کامل باشیم. پس عزیزان میبینیم که در زندگی روحانی همجور که در کلام خداوند در رومیان باب 8 میخونیم میگه پس اکنون برای آنان که در مسیح عیسی هستند دیگر هیچ محکومیتی نیست، زیرا در مسیح عیسی قانون روح حیات مرا از قانون گناه و مرگ آزاد کرد.
چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانی ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا قربانی گناه باشد و بدین سان در پیکری بشری حکم محکومیت گناه را اجرا کرد. تا آنچه شریعت مطالبه می کند در ما تحقق یابد، در ما که نه بر طبق نفس بلکه بر طبق روح رفتار می کنیم. آنان که نفسانی هستند با آنچه از نفس است می اندیشند، اما آنان که روحانی اند با آنچه از روح هست. طرز فکر انسان نفسانی مرگ است، اما طرز فکری که در حاکمیت روح قرار دارد حیات و آرامش است. زیرا طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی می‌ورزد، چرا که از شریعت خدا فرمان نمی‌برد و نمی‌تواند هم ببرد و کسانی که در حاکمیت نفس هستند نمی‌توانند خدا را خشنود سازند. اما شما نه در حاکمیت نفس بلکه در حاکمیت روح قرار دارید، البته اگر روح خدا در شما ساکن باشد. و اگر کسی روح مسیح را نداشته باشد، او از آن مسیح نیست. اما اگر مسیح در شماست، هرچند بدن شما به علت گناه مرده است، اما چون پارسا شمرده شده اید، روح برای شما حیات است. و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید، حتی به بدنهای فانی شما نیز حیات خواهد بخشید. او این را به واسطه روح خود انجام خواهد داد که در شما ساکن است. پس ای برادران، ما مدیونیم اما نه به نفس تا بر طبق آن زندگی کنیم. زیرا اگر بر طبق نفس زندگی کنید خواهید مرد، اما اگر به واسطه روح اعمال گناه‌آلود بدن را بکشید خواهید زیست. زیرا آنان که از روح خدا هدایت می شوند پسران خدایند. چرا که شما روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان باشید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به واسطه آن ندا در می دهیم ابا پدر. و روح خود با روح ما شهادت می دهد که ما فرزندان خداییم، و اگر فرزندانیم پس وارثان نیز هستیم، یعنی وارثان خدا و هم ارث با مسیح. زیرا اگر در رنج‌های مسیح شریک باشیم، در جلال او نیز شریک خواهیم بود. دقیقاً این کلام خداوند، این بخش از کتاب رومیان چقدر زیبا و کامل برای ما مشخص می‌کنه که چطور می‌تونیم فرزند واقعی خداوند باشیم. وقتی که در روح زندگی کنیم و امور نفسانی رو به کنار بگذاریم. با مجموعه برنامه‌های رشدینو همراه ما باشید. رشدینو، برنامه‌ای برای تولدینو. و واقعا در این آیه 12 خداوند چقدر عالی به ما میگه. میگه پس ای برادران، ما مدیونیم اما نه به نفس که بر طبق اون زندگی کنیم. واقعا ما به این دقت کردیم که چه چیزهایی در دنیا ما رو به سمت خود میکشونه. همجور که در کلام خداوند، خداوند این رو بارها و بارها برای ما ذکر میکنه و میبینیم که در کلام خودش در رومیان باب 6 آیه 23 میگه زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خدا حیات جاودان در خداوند ما عیسی مسیح است. و بارها و بارها این رو به ما تذکر میده که ما واقعا به قدرت خودمون نمیتونیم در مقابل خواهش‌های نفسانی خود بایستیم اولا، و باید به واسطه روح خداوند این کار رو بکنیم. و بارها درباره اعمال نفسانی خداوند مثلا در کتاب غلاطیان باب 5 آیه 19 و 20 میگه اعمال نفس روشن است،
بی‌عفتی، ناپاکی و هرزگی، بت‌پرستی و جادوگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم، جاه‌طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی، عیاشی و مانند اینها. و میگه همه اینها رو میدونن، همه میدونن که اعمال نفسانی و خواهش‌های نفسانی چیا هست. و کلام خدا در این فصل رومیان باب 8 آیه 12 میگه ما مدیون اعمال نفسانیمون نیستیم که ما اونها رو پیروی کنیم، ولی ما مدیون یه چیزی هستیم و مدیون روح هستیم، برای اینکه ما به واسطه روح میتونیم از همه این اعمال نفسانی بیایم بیرون و حیات جاودان داشته باشیم. ما در این اعمال نفسانی نتیجهش چی هست؟ نتیجهش مرگ هست. و همه ما میدونیم که جسم ما هرچند که به واسطه اعمال نفسانی محکوم به مرگ هست، ولی روح ما به حیات جاودان راه پیدا میکنه. همجور که در آیه 10 میگه اما اگر مسیح در شماست، هرچند بدن شما به علت گناه مرده است، اما چون پارسا شمرده شده اید، روح برای شما حیات است. این روح خداوند هست که برای ما حیات هست. اون هست که ما رو از دره مرگ عبور میده. همجور که در مزامیر کلام خداوند به ما میگه اون از دره مرگ و دره موت ما رو عبور میده و ما میتونیم عبور کنیم به واسطه اون. ولی اگر که روح خدا رو نداشته باشیم، چطور میخواییم ما از اون دره وحشتناک مرگ عبور کنیم؟ واقعا ما امروز جسمی داریم و اگر که جانمون به تنگ بیاد، اگر که احساس دلتنگی بکنیم، بلند میشیم میریم پارک، میریم سینما، میریم یه سمتی حرکت میکنیم، یا اینکه بلند میشیم و یه فیلمی نگاه میکنیم، یا با دوستانمون قرار میذاریم. ولی آیا عزیزان فکر کردیم که اگر که این جسم نباشه چه کار خواهیم کرد؟ چطور میخواییم اون کارهایی رو که امروز داریم انجام میدیم انجام بدیم؟ و چقدر خوب هست که امروز این رو بدونیم که اون کسی که زمانی که دیگه جسمی در کار نیست ما رو هدایت خواهد کرد از این دره تاریک، اون روح خداوند هست و امروز براش وقت بذاریم. و امروز زمانی که دلمون میگیره، به جای اینکه به سمت کارهای جسمانی و دنیایی حرکت کنیم، بیاییم و در دعا و پرستش، در سکوت و سکون خود با خداوند بنشینیم و با او هم نشین باشیم، همراه باشیم و هم صحبت باشیم، کلام او رو بخونیم و در اون تفکر کنیم. آمین. پتروس در کتاب اول خودش باب 2 آیه 16 میگوید مثل افرادی که کاملا آزاد هستند زندگی کنیم، اما نگذاریم این آزادی ما بهانه‌ای برای رفتار ناشایست باشد، زیرا ما هنوز بندگان خدا هستیم. و چه بسیار زیبا داوود در کتاب مزامیر باب 119 آیه 45 میگه خداوندا با آزادی کامل زندگی خواهیم نمود، زیرا مطیع تعالیم تو هستیم. یعنی واقعا اگر ما طبق تعالیم خداوند و طبق کلامش زندگی کنیم، میتونیم در آزادی کامل و در یک زندگی روحانی بسیار زیبا قرار بگیریم. و این رو بایستی بدونیم که وقتی که روح خداوند در ما ساکن میشه، ما میتونیم روح القدس رو به واسطه اعمال خود غمگین کنیم. همجور که در افسسیان باب 4 آیه 30 میگه روح القدس خدا را که بدان برای روز رهایی مهر شده اید غمگین مسازید. ما روح القدس رو وقتی که دریافت میکنیم، به واسطه ایمانی که به مسیح میاریم عزیزان، اون در ما ساکن میشه و ما اون تعمید روحانی رو از روح القدس دریافت میکنیم. ولی آیا هر روز چقدر با او رابطه برقرار میکنیم؟ چقدر او رو پرستش میکنیم هر روز؟ ما باید روح القدس رو پرستش کنیم. روح القدس و عیسی مسیح و خدای پدر یک هستند و هر سه خدای واحد هستند.
آیا ما واقعا روح القدس رو به حضورش زانو میزنیم؟ آیا روح القدس رو واقعا پرستش میکنیم؟ یا اینکه با حضور روح خداوند در خود به سمت کارهای ناشایست حرکت میکنیم؟ آیا مواظب افکار خود هستیم که وقتی که در حضور روح القدس قرار داریم و روح القدس در درون ما ساکن هست، آیا میدونیم که او از افکار ما آگاه هست؟ آیا میدونیم که او از قلب ما آگاه هست و همه چیز رو میدونه و احساسات ما رو میدونه؟ و چقدر خوب هست که اینها رو بیاد بیاریم و در حضور روح القدس گناه نکنیم و او رو غمگین نسازیم. هیچ یک از ما فقط برای خود زندگی نمی کند و یا فقط برای خود نمی میرد. اگر زیست می کنیم، برای خداوند زندگی می نماییم. کتاب رومیان باب 14 آیه 7. پس ما برای خود زندگی نمی کنیم، برای خداوند زندگی می کنیم و در حقیقت ما به واسطه خون عیسی مسیح اگر خریداری شدیم، اگر بازخرید شدیم، دیگر مال خود نیستیم و از آن خداوند هستیم. و اگر که از آن خداوند هستیم، پس نمیتونیم اونجوری که ما خود میخواهیم زندگی کنیم، بلکه اونجوری که خداوند میخواد باید زندگی کنیم. ولی چقدر خوب هست عزیزان که خواسته ما با خواسته خداوند یک بشه. چقدر عالی میشه که ما اون رو بخواهیم که واقعا خداوند میخواد. و اینجا هست که در این رابطه واقعا با شادی زندگی خواهیم کرد. اگر که میبینیم که خواسته های ما با خواسته‌ای که خداوند از ما داره متفاوت هست، خوبه که بایستیم و برای خود دعا کنیم و از روح خداوند بخواهیم که ما رو تبدیل کنه، خواسته های ما رو عوض کنه، تمایلات ما رو عوض کنه، افکار ما رو عوض کنه، احساسات ما رو عوض کنه. خداوند هست که میتونه ما رو تبدیل بکنه و به ما حیاتی جاودان، حیاتی جدید و قلبی جدید و ذهنی جدید و روحی جدید در ما قرار میده. او در کلام خود خداوند به ما میگه که من به شما قلبی تازه خواهم داد. حافظ میگه عاشقان را بر سر خود حکم نیست، هرچه فرمان تو باشد آن کنند. میبینیم که حافظ هم بر همین عقیده هست. آنچه که خداوند میخواد ما باید بر همون اساس حرکت کنیم و اگر زنده هستیم برای خداوند هست. زندگی ما برای خداست و در دستان خداست. آمین. خدا رو شکر برای کلام خداوند که با هم خوندیم و درش تفکر بکنیم و دعا میکنیم که همه ما بتونیم در این حیات جاویدان و حیاتی نو که در عیسی مسیح داریم بتونیم هر روز بیشتر به شکل اون در بیاییم و خداوند فکر ما رو برداره و فکر خود رو بذاره، قلب ما رو برداره و قلب خود رو بذاره و وجود ما رو بگیره و وجود خودش رو بذاره که اون وجودی ابدی و جاودان هست. ولی وجودی که ما داریم در جسم وجودی ناپویا و محکوم به مرگ هست به خاطر گناه و به خاطر اون شکستگی که در رابطه خودش در ابتدا با خداوند پیدا کرد. او محکوم به این هست، ولی در خداوند که باشیم، به شباهت خداوند که در بیاییم، به اون زندگی جاودان راه پیدا میکنیم. آمین و خدا رو شکر. پس در اینجا با ما باشید، از طریق شبکه‌های اجتماعی که در پایان برنامه اعلام میشن و نظرات و پیشنهادات خود رو برای ما بفرستید. در اینجا همه شما عزیزان رو به خداوند میسپاریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا
برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روزه تا آخر زمان با ماست. مرا مسیحم خواهم سویت شتابان دوم با تو را روم سلطان قلبم تو عیسی مهر تو بی همتا خواهم هر روز با تو را روم صدایت بشنوم مهر تو بی همتا خواهم هر روز با تو راه روم صدایت بشنوم هر روز با تو